به این بخش خبری خوش آمدید سرکوب اعتراض ها به قانون جدید شهروندی در هند ادامه دارد به گزارش شیه در آخرین این سرکوب ها که به گفته فعالان حقوق بشر شکلی نامتعارف خود گرفته است شهردار لکنو در ایالت اوتار پرادش اقدام نصب تصاویر 57 نفر از فعالان مدنی بر روی بیلبورد های در شهر نمود این بیلبورد ها که حاوی آدرس منازل فعالان نیز بوده جان این فعالان و خانواده های آنها را به دلیل اقدامات خشونت آمیز هندوهای افراتی به خطر انداخت پس از این اقدام غیر متعارف که واکنش هایی را در میان مردم به همراه داشت دادگاه های کرتالله آباد لکنو ابیشیک پراکاش شهردار این شهر را به حضور طلبید در این دادگاه قاضی رمیش سنها به شهردار لکنو هشدار داده و از وی خواست تا به سرعت این بیل ها را از سطح شهر جمع نماید یکی از این تصاویر این بیل ها تصویر سید سیف عباس وکیل مرجعیت شیعه آیت الله العظما و صادق حسین شیرازی مدظله بود این در حالی است که وکیل مرجعیت شیعه تنها به عنوان یک شهروند نظر خود را درباره قانون شهروندی جدید عنوان کرده بود هرچند دستور جمعآوری این بیلبورد ها صادر شده اما همچنان جان این فعالان از جمله وکیل مرجعیت شیعه به دلیل اقدام نامتعارف شهردار لکنو در خطر است درگیری های به وجود آمده در هند در پی قانون جدید شهروندی تا کنون جان پنجاه تن از مسلمانان را گرفته و بیش از 300 تن را مجروح ساخته است